سلام و درود به همه دوستان از یوتیوب. مریم هستم، برگشتم با یه ویدیوی دیگه با سوالات گواهی نامه. این ویدیوی ما از سوال 30 تا سوال 40 هست. هر ویدیو 10 تا سوال رو ما داریم با ترجمه فارسی و توضیحات. خب میریم سراغ سال 31. وک بورد خیفت این فربود ان، کدام تابلو ممنوعیت را نشان میدهد؟ شما فکر میکنید کدوم جواب درسته؟ بورد آ، بورد بی یا بورد سی؟ همطور که میبینید بورد آ جواب درست این سال ما هستش. چرا؟ چون که گرده، دورش قرمزه، داخلش سفیده. همیشه تابلوهای گرد که دورش قرمزه ممنوعیت رو نشون میده. پس جواب درست ما برای این سوال برد آ هست. میریم سراغ دومی سوال. Welk bord of borden mag u niet parkieren؟ کدام تابلو یا تابلوها اجازه ندارید پارک بکنید؟ برد آ، برد بی یا برد آ اند بی، هر دوتاش. خب همطور که میبینید هر دوتا تابلو رو زمانی که شما میبینید نباید پارک بکنید. حالا من بهتون توضیح میدم. بورد آ دوتا خط روشه، یعنی هم نمیتونید پارک بکنید هم نمیتونید استیل استن بکنید، یعنی اونجا وایستید و حالا یه چند دقیقه داخل ماشین باشید. بورد بی شما میتونید استیل استن بکنید، یعنی میتونید وایستید اما نمیتونید پارک بکنید. پس هر دو تا بورد پارک کردن ممنوعه. پس جواب درست این سوال سی هست. سوال بعدی ما، بای وک بورد ماخ او این تراکتور این هالن، در کدام تابلو میتونید از تراکتور سبقت بگیرید؟ بورد آ، بورد بی، بورد آ اند بی. همینطور که میبینید جواب درست این سوال ما سی هست. بورد آ اند بی شما اجازه دارید که سبقت بگیرید اما در بوردها تراکتور اجازه سبقت نداره، در بورد بی. پس شما به عنوان یه اتومبیل نرمال میتونید از تراکتور سبقت بگیرید وقتی این تابلوها رو میبینید. میریم سراغ سوال بعدیمون. What betekent this board؟ این تابلو چه معنی میدهد؟ جواب آ Outfuch stroke، جواب B Open stelling speed stroke و C Eind speed stroke. جواب درست این سوال ما جواب B هستش. همینطور که میبینید Open Stalling Speed Stroke. میریم سوال بعدی که سوال 35 هست. By welke bord bent u verplicht om rechts af te gaan؟ در کدام تابلو شما مجبورید به سمت راست بروید؟ یعنی هیچ سمت دیگه ای شما نمیتونید برید، فقط سمت راست. الین بای بورد آ، الین بای بورد بی. جواب ها فقط در تابلو آ یا فقط در تابلو بی یا هر دوتا. زمانی که شما هر دوتا این تابلو رو میبینید فقط مجبورید که به سمت راست برید و نه سمت دیگه. سوال بعدی ما، بای وک بورد خیفت ان دت هت فربودن ایز اومت این به پرده آسلاست اینتر رایدن، کدام تابلو نشان میدهد که رانندگی با بار محوری ممنوع است؟ من این کلمه رو به فارسی ترجمه کردم و شد بار محوری، همون چیزی که شما پشت ماشین وصل میکنید و بار میذارید روش. اینجا گفته که در کدام تابلو نشان میدهد که رانندگی با بار محوری ممنوع است، یعنی شما زمانی که اون تابلو رو میبینید اجازه ندارید که توی اون جاده با بار محوریتون که پشت ماشینتون انهنگ شده رانندگی بکنید. بای بورد آ، بای بورد بی یا بای بورد آ ان بی. در اصل بورد آ نشان دهنده
وزن هست که ته نوشته یعنی تون، و چیز دیگه در مورد بار محوری بهمون نگفته. اما برد بی شما یک تیکنن میبینین که شبیه بار محوری هستش، پس جواب درست این سوال ما برد بی هست. میریم سراغ سوال بعدی ما. من اینجا چون که سوال طولانی بود بزرگش کردم و اول شما سوال رو میبینید، بعدش من بهتون تصویر رو نشون میدم. Diese Borden sind besnied. Bei welcher Bord muss dann all het Verkehr auf tegengestelde Richtung vorlaten? میگه این تابلوها برفی هستن، یعنی سفیدن، هیچی روش نیست. در کدام تابلو باید اجازه بدید که همه ماشین‌ها، موتورهایی که از روبروی شما دارن میان رانندگی میکنند، اول اونا برن و بعد شما برید؟ خب همینطور که میبینید برد اول کاملا سفیده، اما خب چهار گوشه یا همون مربع، و برد بی هم دایره هستش و سفید، و جواب درست این سوال ما بی هست. بی چرا؟ به خاطر اینکه دایره، و همینطور که گفتم دایره نشان دهنده ممنوعیته، و این هم یه چیزی در مورد ممنوعیت گفته که شما اول باید بیستید و روبرویتون اول رانندگی بکنه، رد بشه و بعد شما برید. پس برد بی جواب درست این سوال ما بود. خب میریم سراغ سوال 38. What betekent dit bord؟ این تابلو چه معنی میده؟ جواب اول ما Reiben Verschmaling، جواب B Fluchtstrok، و جواب C Fluchthafen. شما فکر میکنین کدوم یکی از این سه تا جواب جواب درست این سواله؟ همینطور که میبینید جواب درست این سوال ما Fluchthafen هست که جواب سه هست. میریم سراغ سوال بعدی. او ویلت ریختینگ آرنهم فیاد آ توالف. امود دان چی کار باید بکنید؟ خب میگه که شما میخواهید به سمت آرنهم از اتوبان آ12 برید، شما باید جای خالی یعنی چی کار بکنید؟ یه توضیح میخوام بدم در مورد آ12 اینجا، اگه حالا بعضیا نمیدونن، آ12 یکی از اتوبان‌ها هستش که به سمت آرنهم میره، یکی از شهرهای که داخل هلند. میگه خب شما زمانی که میخواید به سمت آرنهم از اتوبان آ12 برید چی کار باید بکنید؟ تابلو رو هم میبینید که نوشته آرنهم سمت چپ آ12. جواب اول گفته فورد بروخ آفیادکت لینکس آف. جواب بی که دومی هست گفته ند بروخ آفیادکت لینکس آف. همینطور که داخل تابلو میبینید، ببینید یه فلش زده سمت راست اوتریخت، بعد شما یه چیزی اینطوری میبینید، اون بروخ رو نشون میده داخل این تابلو، پس ند بروخ. چرا؟ چون که فلشی که به سمت آرنهم زده بعد از اون چیزی هست که ما میبینیم که نشان دهنده بروخ هست. پس جواب درست این سوال ما بی هست، ند بروخ. خب سوال بعدی ما که سوال 40 هست و سوال آخر این ویدیو هست، میگه ولک بورد خیفت ای سپور وخ اوفرخانخ زوندر اوفرخانخ بومن ان. حالا این چه معنی میده؟ کدام تابلو یک تقاطع راه آهن را بدون موانع عبور همسطح نشان میدهد؟ خیلی واقعا سعی کردم که فارسی چه جوری باشه که برای شما واضح باشه. منظورش اینه که
کدام تابلو رو وقتی شما میبینید یک تقاطع راه آهن رو به شما نشون میده که بدون موانع عبور هم سطحه، بدون موانع عبور. خب 100% برد آ که نمیشه، چون موانع عبور رو با اون چوبا داره بهتون نشون میده. برد ب هم که در مورد قطار اصلا نیست، و برد C جواب درست این سوال ما هست. پس برد C جواب این سواله. خب ما در این ویدیو 10 تا سوال داشتیم که سوالات گواهینامه هستش. این سوال ها همون سوال هایی هست که شما باید بخونید قبل از اینکه بخواین امتحان تئوری گواهینامه رو در داخل هلند یا بلژیک بگیرید. و من حالا به فارسی آوردم براتون با یه ذره توضیحات، امیدوارم که براتون واضح باشه. سوالات ویدیوها ادامه داره در مورد گواهینامه داخل این دو تا کشور. و اینم بود از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه، امیدوارم واضح باشه براتون. اگه تا الان چنل یوتیوب من رو سابسکرایب نکردید، پیشنهاد میکنم سابسکرایب کنید. به دردتون میخوره. آموزش ها، زندگی در هلند، قوانین در مورد مهاجران، پناهندگان، همه ی ویدیوها داخل یوتیوب هست و میتونید که ببینید. مرسی از همتون و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.